بنام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما و تندارای گل لغمانی. انشاءالله جور زدمن زرال باشین. باز هم من مسعود محمدی از ولایت زیبای لغمان، از یک دریای خیلی مقبول خراسان سرسبز شاداب با شما برنامه تقدیم میکنم. دوستای عزیز، طوری که میبینین من هم آب بازی کردم با شماری از دوستا و همکارانمون و کسایی که در این منطقه هست، اونا هم آب بازی کردن. خواستیم یک برنامه متفاوت‌تر داشته باشیم. اطفال که شما میبینین اینا هم عاشق آب بازی هستن و در این سایه خیلی عکسای کلان از آمدن آب بازی کردن و قصه ها داریم، امروز گپا داریم و از رسم رواج از این مردم که در این منطقه است آگاه میشه. خب شما برای یک بسته تصویری از جریان آب بازی و سرسبزی را ببینید، دوباره برگردید با ما باشه. دوستای عزیز، شما تصاویر را دیدین از دریای زیبا. این منطقه در قلب ولایت لغمان قرار دارد. خب دوستا، این مردم از این منطقه از بس که مهمان نواز است، مردم خوب است، برای ما چای هم رساندن، جلبی را هم رساندن و منپلی که در اینجا اضافه تر پیدا میشد ایران برای ما تیار کردن و خودشان هم آمدن، این فرش هم آوردن. خواستیم که یک برنامه خیلی در یک فضای آزاد آرام و یک برنامه چی بگیریم؟ خودمانی. خب آقای صاحب، بس اول حرفا را با آقای صاحب شروع میکنیم که آقای صاحب قصه دارن، گپا دارن درباره ولایت زیبای لغمان، درباره این منطقه که ما هستیم، کدام منطقه است و شما معرفی کنم. سلام علیکم آقای صاحب. و علیکم سلام. خوب هستین؟ فضل خداست. نامتان؟ فارسی رو پیگم آمده. پختوه. نوم دست شایده؟ نوم می معلم نورالله. معلم نورالله است. دادن در معلمیت دی؟ آه. سو کالکی گی چطل تا اوسیگه؟ یارا یا سلویخ کالکی گی چطل. سلویخ کالکی. خواه پا سلویخ کالکی تاسو وظیفه یواز دزده کو او معرف پده و. خواه دا منطقه کم زایدی؟ ده کم به نوم یادی گی ده؟ دا بسرام آغا کلی خیرو بیلا. خب ولی داغا بسرام آغا کلو خیرو کلو نوم دیدی؟ ایده عمومی نوم آقا دادا بسرام دکنه بیا کلی کلی بیل بیل معلوم دا آقا بسرام دادا غزه بیا آقا کلی دا دی تا خیرو بیلوائی. خواه دیدی خلق رسم و رواج سنگه دی کلا چه دلتا یا واده وشی دلتا یا کجدی وشی سرقم رسم و رواجونه دا و سرقم تاسو دا آقا دا مراسم تر سرکوه دادا افغانانوش کم انانا دی مگه طول مگه آنانات دی نو دلتا کم نوی رواج نشتم. نه یو رواج چه دیر معروف هم مشهور وی مشهوره داغه ده چه دوستان خلق واری کنه تکسون لیگی و شپه و رزه داغه سی مایفلون جوریگی او خپل و پردی دا طول کلیوال مواری کنه دسته نده چه یواز دوستان واری بیا گرند کلیوال راضی واده تا خواهد دیده اگه مشهور خزاس شده اگه طول چه یا سلای چه میمان ستا پا کور که راشه سه تا تخوه سه
اکثر کم غذا مشهور او خو خواندور غذا دا خوشین لغمان ده خان واو واو دلته خو او دلته مشهور غذا دا غرمکه کورتو ګره ده څه شي کورتو ګره څه شي ده وای جان میشه که خودت به ما به فارسی بگوی را قرتی میگیم ما قرتی میگیم قرتو ما سوار اسو دیگه از البته ازمو چکی قرت دیگه هستن ازم خود قرت دیگه رقم چکه ور استفاده میکنن اینا دیگه خیمه دیگه میمانت هست فعلا جایم برای ما جور کردی ما را تلبیسی سلامت باشه که جلبی و منپلی و یارا آماده کردی خب چه وقت است که خودت با زمینداری و با زمین سر و کار داری سمرا وقت مودی کی گچتا زمین او زموږه سرکار لري بازګار یې څه کار کوي نو پرته د معلومینه مونږ چې پیدا شوې دا هم دغه مزکه سره مونږ سره کار وکړ مالداری او مزکه ونغه هغه دا ټول ستاسو دند دی او سلامات اوسې خوب دوستای عزیز واش که دوستا زیات است هر فارغ بایزه داشته مونږه گفتن که قروتی در اینجا غذای معروفش است و کسایی که اینجا مهمان میشن برشان پخته میکنند و نوشجان میکنند خب در کنار ما دوستای دیگه هم هستند شما هم با اینا هم آشنایی پیدا کنین معرفتشان هم میداشته باشیم و یگانه گپ خوبی ای است که تمامش از همین ولایت لغمان است اکثرش در کابل زندگی میکنه مثل ما واره خب اصلا از جای اصلیشان از ولایت لغمان است آمدن اینجا خب ما خب خاطر ثبت برنامه آمدیم دلمون هم میشه که از جای مقبول بریم اینا که در اینجا هستن چه قضیه فضا لذت میبرن سلام علیکم وقت بخیر خود یک معرفی که دوستا بشه علیکم سلام اسم محمد الاس باشنده اصلی ولایت لغمان هستم اما فعلا ولایت کابل زندگی میکنم اینجا بعضی مصرفت ها داریم مصرفت های دولتی است میگم وظیفه لغمان هستم اینجا زندگی میکنیم آمدیم دوستا گفتن فضای خیلی خوبی است آب سعی کنین اینا سرسبزی سعی کنین هرچند هوا گرم است اما کنار دریا خیلی خوش میگذره خوش میگذره امی جان ما پیشتر دیدیم که خودت زیاد آب بازی هم میکردی بلد هستی آب بازی ره؟ اصلا آب بازی رو یاد ندارم خب آب بسیار کم بودم جایی که ما آب بازی میکردم آب کم بود و آب زیاد نمیتونم آب بازی کنم یعنی مواری نیستی که در دریا های کلان رو دامون وارد هایت جای آب بازی کنی مسعود جان عزیز دیگه خودت خب آب باز هستی دیگه است از قبل ما یاد نداریم آب بازی ره فقط هم صرفا خواستیم یک درجه جان ما سرد شد یک تنها یه بازی جان خود از سر ساختن حالا تر تپل هم هستین دیگر طبعا دیگر طبعا امرای لباس ها بازی کردیم دیگر تر هستیم خب معمولا اینجا بچه ها جوان هایی که در این ساحه زندگی میکنن روزای رخصتی خود با چی سپری میکنن چی کارا میکنن اینجا دیگر تو کدام کار مشهوره که بدون از این آب بازی و یا باشه بدون از آب بازی اصلا مردم لغمان خب زمیندار است اکثر زیادش در دیقانی مصرف است اما روزای جمع ولایت لغمان خب تیم والیبال داره بچهای ولایت لغمان در والیبال در سطح تمام ولایت خیلی ورزیده هستند خوب والیبال میکنند تیمای قوی قوی در لغمان است نمیشه ولایت لغمان در والیبال دست بالا داشته نگه در مصرفت های خاص نداره کرکت میکنه بچه خودتا مصرفت از تیما را داری؟ من شوقی هستم بیننده هستم اما نکردیم در تیمای بزرگ ولایت لغمان بازی نکردیم با تیمای خاردش بازی کردی؟ آه میتون در بین خود دوستا میکنیم والیبال میکنیم خیلی علاقه داریم همین دوستا گفتی طرف قاری صاحب سعی کردی خب قاری صاحب سلام علیکم سلام علیکم جور بخیر چطور هستی خوب هستی خوب هستی اول بیادر آمدن شما را به ولایت سرسبز و زیبای لغمان خیلی بیادر خوش آمدید میگم شما را خوش آمدین بیادر همیشه بیاین بخیر باشین بگه نام ما سمیم اطهر تخلص میکنم اصلا ساکن اصلی ولایت بغلان ساکن فعلی ولایت کابل و فعلا مصروف وظیفه در ولایت زیبای لغمان هستیم بگه خوش هستیم که به مردم شریف لغمان خدمت میکنیم بسیار مردم میمان دوست مثل سایر مردم ولایت دیگر مردم ولایت لغمان بسیار مردم میمان دوست و مردم خوب هستند خب صمیم جان زندگی خودت به سه بخش تقسیم شده بله خب که یک بخشش ولایت زادگاهت است دیگر بخشش که زندگی میکنید و بخش سومش هم که مزار خدمت هست خب لغمان. چطور از وضعیت بغلان مردم بغلان رسم و رواج مردم بغلان چی گونه است یک کم قصه کو دربارشان غذاهای معروفشان چی است یک چیزی که ما بسیار حال شکرگزار هستیم از خداوند متعال که در سر و سر افغانستان یک امنیت 100% انشاءالله گفته میتونیم که تامین است و در ایسه مردم بغلان دیگه غذای مشهورشان که است همی قابلی ازبکیست یعنی غذا را بسیار خوب یا پخته میکنن و دیگه در روزای دو قربان یک نوع شوروای خاص است چرا کم شورواست که بیاییم بخیر؟ مثلا دیگه وقت قربانی شد
اما هر خانه باز یک شوروای خاص آماده میکنه. باز مثلا ما شما در کابل رواج مویست که دایید میوه خشک میگیریم یا مثلا چای میمانیم. باز اون مردم اونمو اید گشتکشان باز امو شوروا از هر خانه که میرن امو شوروا را نوشجان میکنن و باز میرن خانه دیگه. دوستا عزیز رسم رواج ما میریم کلچه میگیریم، سیمیان میگیریم، خسته و پسته میگیریم. ایتو رواج را کنین که هم مزدار باشه و هم دوستا به خاطر خوردنش بیاید. شروعای بغلانی البته. خب این شروع چی تفاوتیت با شروعای دیگه دارد؟ حالا ما در خانه خودم مثلا شروع پخته میکنیم، کسی را نمیتلمیم غیر خود ما. این که شما پخته میکنین دوستا را میتلمیم، چی تفاوتیت داره با شروعای دیگه؟ حالا تو رو کدام فرق خاص نداره. خب صرف همی که بنام روز اول عید قربان است، همی مشهور شده ده. بین ما مردم بغلان مشهور شده. باز اینم یک تفاوت شده. باز کلچه یک پا میگیرن در پولیش؟ میگیرن. خب سابق که بود باستان ها مثلا چی بود؟ همی شوربایی که آماده میکردن همی بود. حال دیگه باز اکثرا همی رواج هایی که در کابل است یا در سایر ولایت است همی رواج ها و جام حال تطبیق میشه. سلامت باشی. اصل رواج خیلی در ولایت از ایناز دوستا یک بار بخیر میریم بغلان شریف. باز سمیم جانم زحمت میدیم که بریم ببینیم که در بغلان چقدر سرسبز است، چقدر زیبایی ها داره. اما سرسبز است اونجا؟ والا ما اکثرات که در مناطق لغمان که میایم به خاطر تفریح، باز اون مناطق کلش به ما خاطراتش تازه میشه. دیگه فکر میکنم اموج است. اموج هم بسیار ولایت سرسبز، ولایت که از لحاظ آب بسیار آب فراوان داره. و نه این همی هوایی که چیست اونجا هست دیگه. بس کلان گپ است دیگه. ما میایم حتما. بخیر. خوب وای جان خودت خود زیاد زحمت کشیدی که ما دمی چند روز خب زحمت های اول میبخشی از اینکه وقت همراه ما صرف کردی. خب خودت یکام قصه کو دمی روزه که چند روزه که همراه ما بودی چی خاطره از ما برات ما و چطور سپری شد روزای؟ والا خاطرات خب بسیار زیاد بود. خب مگم خاطرات بود بسیار جالب بود که ما را بازی دادن میگه پرت خود داو که ما بازی میکنیم بیادر نزدیک بود که ما را سریعو ببرین مگم شما پس فرار کردین. خب میگه یک رای مردی فرار است ما مو کار کردیم. خوب کردین خوب کردین. شما خو میمان ما هستین انشاءالله. خدا کنه که شما خفه نشده باشین بیادر. به حیث بیادر خورد ما در خدمت تستم همیشه میتانین پالوی ما بین ما خوش میشیم بیادر قند. و در پشتو یک ایچی هست و در جهان منظری بکرمهیر در نیارا د جهان منظری به در نهیر کړم یاره شین لغمان ته که وزل راغلی زړګیا نو بس تاسو کولای شئ یک شعر کې دغه خوب وګورئ یک مور به شعر گفتن د نالو دغه عاشق خود بیا یک زمزمه بر شما میکنم. زمزمه میکنی انا دوستای عزیز البته قابل یادآوری است که این ولایت احمد ظاهر است هنرمندی که هم افغانا با نامش آشناست هم افغانا او را میشناسند. شعر و شاعری و هنر در اینجا آشنایی کامل داره و وای جان و من یک شاعر خوب است. اینا ما سرش فهمیدیم ما قبلا نمیفهمیدیم. اینا یک زمزمه هم است وای جان می داشته باشه. یک تا چند سو ټپی کوم د قاری صاحب په اجازه. اول قاری صاحب نه ډیره ډیره بخنه غواړم. مقصد دا د سین غاړه د سړی زړه ته سي جوش غوند راځي. نو تاسو ټول په اجازه کخه خې زبې اوسو ټپی وای د سین په مانس کې د ګل راکوي لاس دې رانک دا میو د خوراک شما وایسترګې دې وی وتل نوې وې ستا پانګړ کې لوې دم نه دې لیدما او پاس په کمر والاړ ګلاوې نصیب د چایو بزدر چالو ما یو بمشکل گل می تیر کوی زړه می چمن د بل بلا نور تارا زنا و یار د زور خبر ان داوی گنی اډو کی بد ما مات کړی ونا او زړګي صبر وازي پکاوي جانا مرد اوس لغمان تن رازنا او پسین دسین په غاړه مې یادېږي نامرد یار د سوال زاری درتا کوما او جانا یو زلې را درما
داستا دلاسا دسین غاڑا یا دوما اے جانانت خدا سنوے وے دے چا خبر دے ضرور منال دینا اخو گلال لالما ساپر شوے لغمان صدقران تنها جون تیرو ما او دامس جانتا دا سوایا ہمیشہ راش منگستا خدمتگاریو تشکر و ایجان بخیر باشی تشکر نام خدا نام خدا دیگر چی یک شعرهای مقبول گفتیم و ما خواهنده که شعرهای تو را فهمیدم البته چون ما پشتو را کم بلدیت دارم همین یک نکته را که گفتی که ادو که ما تاوم این را ما صد فیصد برد میگم که از محبوب هم ایده میکنی چی نظر داری؟ نه خصد پسد میگم که از محبوب هم ایده میکنی خب وای یک گپ یعنی محبوب هم وقتی نامش هم میگیریم هم رای خودت چرا یک رقم میشید لیت میشه که زور میته بریم بیسیار چرا؟ نجوانی کده چه قسم نجوانی؟ اینه سیا کنین چند روز شد که ایجا آمدی؟ سه روز خوش تو از ما حال دخ شدی تو خپا شدی این مرد مرد زندان هم دار خب خوب شد کالا بخیر جورا ساعت من نامدی بخیر خب شما رو خوش آمدید میگم بخیر باشه خب دوستان این را دیگه قصه بود آهنگ زمزمه است البته خب آیستب سنگه بود دی زمزمه را دا خو پورا شاعر دن او شاعر ده پا خواکی هم ده پا دیکیلی که شعر و شاعرین او دست خبرن هو دین ولا ز خبر نو نه نه بل سو پرتا ده وای جان را وای تا تا به معلوم سو گشت ولا او رو را هو شته دی ډیر د شاعران شته دی مگر هم د شاعری بن ورته د سین غاړه ګرځیدلی ډیر د ځوانان شته دی شعر شاعری په خاطر راضی د سین غاړه دلته خو چې ایسا دی انسان هم راځي مگر زړه کې غوټه غوټه یو څه ګرځي ولی چې دا ډیره ښایسته فضا ده خو چون که وطن زمونږ او ستاسو جوړ نه ده که شاعر ده شاعري ته برابر نه ده که مثلا یو کسبګر ده کسب ته برابر نه ده خو انشاءالله شاعران لري او ډیر دي شته دي خب کاکا ته یو د پخواني خلک چې وو څه رقم په اختر ورځو کې او په نورو ورځو کې چې رخصت وو هغه سپینګیرو هغه څه وایي ورته پرته د ځوانانو نه هغه سړی چې لږ سره عمر وو څه کولی و څه رقم رفت آمد و څه رقم رفیقوال و څه رقم ګاونډیوال و دوستي دغه اوسنۍ زمانه او پخواني خو ډېر فرق لري که نه څه فرق لري فرق یې دا ده چې اوس د موټرو د موټر سایکلو دغسې پیاده لارې نشته که نه نو پخوا به دغه ځانه خلک تلی ولایت ته په پخو به تلی یا به ګاډیګانو تلی او همداسې دا اخترونه هم چې هغه وخت کې خلکو ډېرې میلې کولې اوس چندان هغه څوټ نشته دا مخکې انقلاب و آخوا دېخوا ډېر جنګونه و اوس الحمدلله د اسلامي امارت چې راغلی ډېر آرام و فضا ده خلک خوشحاله دي او هغه امنیت هم جوړ شوی ده اوس هغه ډزې و هغه هم نشته خلک آرامه دي بای سبتی یو کارو که دو خبر ما تا وایا یو خیلی جالب خاطره چه ستا پشوان که تیر شوه و ده زوانه پا وقت ده سپینگرتو پا وقت او یو خیلی تلخ خاطره سی و والا یو وقت که ده روسان و انقلاب که ده آقا کلی که میلمام چه اسرم یو دم ده سرخی تاره را غلیف ده کلی باندې دوره ونیوله ټول خلک وتښتېدل دا وخت کې موږ هم ووتلو دغه سیند باندې پورې وتلو هغلته یو ویله ده هغه ویلې کې داسې پړ مو دغسې خلک ملا سو د ابو کې ما ته ویلې مه راځې مه راځه چې موږ اوس موږ به بمبار کړي لاړم ما هم هلته ځان خطا کړ تقریبا یو ساعت مغه ابو کې و بیا لږ دا تیارو مخه وګرځوله بیا لاړو نو دغه وخت کې موږ باندې ډېر سخته خاطره وکړو خدای فضل وکړه خو دې خو بمبار وکړ او موږ ونه لګېدلو دغه د لغمان خلک ډېر یو جهادي خلک هم ده هم جهاد هم ډېر کړی ده او ستاسو په کلي کې یو مشهور سړی چې پخوا کې مجاهد و اوس مجاهد دی
سرقم سړی و هغه مونږ ته معرفي وکړي څوک وو څه رقم په خوا کې هغه جهاد کړی ده جهاد خو اول چې دا خلکانو نظام و دلته دا مجاهد صاحبان راغلي نورستان کې ول دغلته مونږ سره هغه ونیوله دا ارتباط کلمان خلق کته شو سو خلق کته شو دا سنگرک یو غونډ جوړ شو نورستان هم هغه کوم مجاهدین شو اوو نفره هغه وغوښتل دا نازي و کلمانی ورونه دي نو دا نازي و کلمانی کیناسته او بندوبست یې وکړه نو هند د ولایت محبس پورې دا منطقه آزاد شو بیا خو پس له هغه همدغه ټول خلک مجاهدینو نوم جهاد کو زه خپل سرګروپ وم حرکت تنظیم سره وم نو کله چې دا لغمان سکوت وکړ نجیب وخت کې دا حرکت ننوت نو اول حرکتیانو ونیوله بیا زه براغه حرکتیانو وختل نو الحمدلله دا اسلامي امارت شو یو خبره او یو دریز کله چې دا امریکایانو حکومت سکوت شو نو خیر نظم و امنیت ونیوله انشاءالله دا نظام خیلی او دی سره خوشحالی سلامت و سیاجی صاحب دیره مننه خب امید جان خودت در این قریه زیاد رفت آمد کردی چکر زدی گشت و گذار کردی با ورزش علاقه داشتی که اینجا مثلا یکام روزای جمعه که میله باشه در بین اندیوالا و دوستا پالوانی کرده باشه یا همو یک بازی دیگه دست چپکان کردی رقم بازی ها را؟ چون ما بسیار زندگی ما در کابل کردیم اصلا از ولایت لغمان هستم ما زندگی را به کابل کردیم اکثر روزای جمعه میاییم با دوستا بعد قصه میگنش بازی های محل قصه بسیار کردیم با دوستا دیگه پالوانی چون علاقه مند پالوانی نبودم از متفلی نکردیم پالوانی پالوانی نکرده غرسای کرده غرسای هم زیاد خطرناک است غرسای هم بسیار بازی خطرناک است افگار شدی کدام روز؟ حتما دیگه بازی غرسای داره که پاره یا دست اوگان میشه یا پای اوگان میشه بعضی وقت لباس های هم پاره میشه اعتراض شده که لباس های تام پاره شده باشه دست تام افگار شده باشه خانه که رفته باشه خوب یک لطه جانان هم خورده باشه در غرسای نشده ما یک وقت ما بازی تکواندو رو میکردم یکی از دوستای ما بود مکارتینا هم سایه داشتن مشل نام داشتن در خانه از اینا ما یک توپ در چت بسته کرده بودیم همین توپ میخواستیم بزنیم امروی لغت ما افتادم پایین دست مایده شد خیلی وقت ما از خانه پوت کرده بودم نمیگفتم که ما دست ما شد تو مایده شد وقت در خانه فامیلا پرسان کردن که دست در چی هم گارشده ما دیگه چون کارتینا ما زندگی میکردیم اکثر وقت همین توزیع او نوبتی بود دو روز بعد سه روز بعد او میامد دیگه ما از بعضی وقت که کم بود او احساس میشد میرفتیم از خانه همسایه میوردیم برای ما گفتم گفتم شما نبودین ما رفت ما آوردم از افتادم دست مایده شد ما نمیفهمیدیم که دست ما مایده است وقتی که وقت سریز گذشت دست ما کوتاه شده میرفت یه استخانه دو دست مایده شده بود بعد از او خدا و بخش بیبیم بود دست ما که نشان دادن گفت مایده شده او بچه چی کردی؟ گفتم اتا آوردم مایده شده ما را بردن با شفاخانه دیگه بسیار برای ما تو جالب کس از این راز خبر نبود این راز دیگه اینا با شما دوست حالا باید فاش کنه این راز امی جان دستش چیز افگار نشده بود داو آوردن فقط همی که سر به خود ورزش میکرد افگار شد این راز به شما ما شریک کردم تا هنوزم کس در خانه خبر نیست اینا دوستای ما شریکش میکنه به خانواده امی جان که حالا وا ببینن باز دوباره خود تصمیم میگیرن بس ما را غافل گیر کردن دیگه ناگزیر حقیقت میگه 100% قاری شد یک سوال کنم از خودت همی که گفت خرسای خودت خنده گرفت خودتون کنم خاطره داری حتما والا بیدار اینجا که روزهای جمعه شب یا پنجشنبه همی جوان ها زیادترشان باز مثلا تو چمنزار گیر میکنن سنگ انداختن زیاد است اینجا در پولی غرسای غرسای سنگ انداختن باز همی بازی ها زیاد است اینجا در بغلان کدام بازی ها مراوجه هست؟ در بغلان باز در اون طرف در مجموع پالوانی زیاد است بزکشی پالوانی دیگه کدامش یاد داری خودت؟ والا ما هم در تفلی غرسای همه کردیم دیگه بزکشی را علاقه من نشستم از نزدیک دیدیم خودم تا بال دیگه اشتراک نکردیم اشتراک هم نکنیم والا او دیگه باز مسلکی نفر کار داره چپانداز پالوان دیگه تمرین زیاد کار داره بر از او دیگه مجبور است که اگه آدم تکله باشه خب دوستای عزیز چی یک فضای است هرچی که حرف بزنیم با دوستان دیگه حرفا زیاد است خب اینجا ما ششتیم یک بلا چای میخوریم
خب دوستای عزیز خدا کنه که برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه. دوستای این قسمت را که می‌بینید دریا خیلی کلان است، به خاطر عبور مرور مردم از یک سایه به سایه دیگر، چی یک مقبول یک ترانسپورت هوایی را البته اینا جور کردن و ای از این نقطه اینا را انتقال میده به نقطه دیگه که بین دریاست جای عبور مرور ندارن. و ببینن فعلا هم اینا دوستا آمده را بسن از این قسمت به این طرف، خیلی راحت، خیلی یک مزه هم داره. ما پیشتر یک چکرش زدیم و لذت بردیم. خب خدا کنه که شما هم از دیدن برنامه ما لذت کامل برده باشین. دوستای عزیز دیگه تا برنامه بعد که باز من مسعود محمدی خدمت شما قرار میگیرم، تمامتان را به خداوند یکتا میسپارم. تشکر فراوان از مردم زیبای ولایت لغمان. وقتتان خوش. الله یادار، زنده باد، پاینده باد لغمان شریف.